چندی قبل شوکت میرزیایف رئیس جمهور ازبکستان خواستار مشارکت نماینده‌ای از امارت اسلامی در نشست‌های بین‌المللی شد و گفته بود که بدون حضور نماینده‌ای از حکومت در افغانستان این نشست‌ها نمی‌توان به نتایج مثبت دست یافت. در همین حال امروز پنجشنبه 28مین نشست تغییر اقلیم سازمان ملل متحد یا کاپ در امارات متحده عربی از سوی سازمان ملل برگزار شده، اما نماینده‌ای از افغانستان که یکی از متأثرترین کشورها از تغییرات اقلیمی است در این نشست دعوت نشده است. از سوی دیگر در تازه ترین مورد قرقیزستان از کشورهای آسیای مرکزی خواسته تا همکاری و هماهنگی خود را با افغانستان افزایش دهد. حالا بحث اصلی در این برنامه این است که افغانستان چه نقشی در تأمین صلح، ثبات، رفاه و امنیت منطقه دارد و چقدر به مشارکت و حضور نماینده‌ای از امارت اسلامی در نشست‌های جهانی ضرورت احساس می‌شود و حضور و غیاب نماینده‌ای از افغانستان چه پیامدهایی می‌تواند در پی داشته باشد. به نام خدا و با سلام خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند، وقت همگیتان بخیر. به برنامه ترجمان سیاسی این هفته از راه فردا خوش آمدید. در خدمت شما هستیم با این بحث که چقدر ضرورت بر مشارکت و حضور نماینده از امارت اسلامی در نشست‌های جهانی احساس می‌شود و چه تأثیرات و پیامدهایی را می‌تواند در پی داشته باشد. در خدمت آقای دکتر محمد ناصر وایزاده، استاد دانشگاه و آگاه مسائل سیاسی هستیم. سلام بر شما آقای دکتر، بسیار خوش آمدید. سلام احترام خدمت شما همه بینندگان محترم و عزیز، امیدوارم هستیم که همیشه موفق و معید باشید. تشکر آقای دکتر. همونطوره که ما و شما همیشه در این اواخر تا این دو سال حداقل شاهدی بودیم که نشست‌های زیادی در کشورهای منطقه و در سطح جهان برگزار شد و در مورد افغانستان هم صحبت‌ها و اصلاً محراق توجه جهان افغانستان بود و گفتگوهای صورت می‌گرفت، اما اغلباً در اکثر این نشست‌ها نماینده‌ای از امارت اسلامی حضور نداشت و دعوت نمی‌شد. به عقیده شما چه دلایل سبب این دعوت نشدن از نماینده از سوی امارت اسلامی در این نشست ها می شد؟ بله، بدون شک در این قضایا عوامل یا مسائل مختلفی دخیل هست. بله. اینکه افغانستان عزیز جزء کشورهای عضو مجمع ملل متحد هست و جزء کشورهای در نوع خود مهم و تاثیرگذار در مسائل منطقه‌ای و جهانی همیشه بوده و کشورهای منطقه‌ای و جهان هم نمی‌تواند نسبت به مسائل افغانستان خود دور بگیره یا مسائل افغانستان را نادیده بگیره، از این جهت مسائلی است که می‌طلبد نسبت به تعامل بین حاکمیت افغانستان و کشورهای دیگر یک نگرش و نگاهی جدیدی به وجود بیاید، به این معنا که تعامل با کشورهای جهان و نهادهای بین المللی در مسائل سیاسی لوازمات و عوامل خاص خودش رو داره. یعنی یک بخش از اینها برمیگردد به حاکمیت فعلی افغانستان امارت اسلامی و بخشی از این تعاملات و لوازمات برمیگردد به کشورهایی که با افغانستان در ارتباط هستند یا نهادهای بین المللی و مجامع بین المللی. اون چی که تحت شعاع قرار داده عدم حضور نماینده امارت اسلامی در محافل بین المللی را متأثر از همین دو عامل هست که بخشی برمیگردد به اون خواسته هایی که مجامع بین المللی و نهادهای بین المللی از حکومت افغانستان دارد و بخشی هم برمیگردد به نحوه و چگونگی تعامل خود حاکمیت امارت اسلامی با جهان. اگر در این دو نگاه و رویکرد تغییراتی به وجود بیاید، قطعا می شود حضور نماینده امارت اسلامی را در این گونه از مجامع هم دید و مشاهده کرد. چالش های زیادی در این تعامل هست. در این گونه از مسائل اگر یک نوع رویکردهای جدیدی در امارت اسلامی به وجود بیاید که اونها را اقناع بسازد، جامعه جهانی را اقناع بسازد که رویکرد امارت اسلامی در کوتاه مدت یا بلند مدت میتواند در رابطه با مسائلی که اونها هم خواهان هستند رویکرد مثبتی باشد. اگر این گونه از مسائل در رویکرد امارت اسلامی اتفاق بیفتد، قطعا میتواند زمینه ساز حضور نمایندگان از امارت اسلامی در همه مجامع بین المللی
باشد. این چالش ها باید برطرف شود و یک شکل اقناع سازی جامعه جهانی صورت بگیرد. لذا این تعامل ها با این لوازماتی که عرض کردیم دو سویه هست، یعنی به یک شکلی یک جانبه هم قابل حل نیست متاسفانه. شکر آقای دکتر، همونطور که اشاره کردین حصول قناعت جامعه جهانی در واقع مستلزم رعایت یک سری نکات از سوی امارت اسلامی است و بستگی به عمل کرده خود حاکمیت فعلی داره. اما حالا چقدر حضور نماینده ای از امارت اسلامی در نشست هایی که در مورد افغانستان برگزار میشه، چقدر مهم است حضور داشته باشند و چقدر ضرورتش احساس میشه؟ اهمیتش که جای شکی نیست داره اهمیت است، به خاطر اینکه تا رو در رو و خدمت شما عرض کنم در میز مذاکره از طرف امارت اسلامی کسی حضور نداشته باشه، قطعا اون بازخوانی اندیشه صورت نمیگیره. لذا این مراودات و حضور در مجامع بین المللی حداقل میتواند نسبت به منویات، انگیزه ها و طرح ها و پلان هایی که امارت اسلامی داره اونها رو بیشتر در جریان قرار بده و اونها هم نسبت به اراده و خواسته هایی که امارت اسلامی دارن مستقیم در جریان قرار بگیره. بدون شک تا زمانی که روابط به صورت مستقیم نباشد، تعامل به صورت مستقیم نباشد، نمیشود به اون اجماع مشترکی که بین حکومت افغانستان و جامعه جهانی مطرح است به اون اجماع مشترک نائل شد و دست پیدا کرد. از این جهت که حضور نماینده امارت اسلامی در مجامع بین المللی و محافلی که در راستای مسائل افغانستان بخصوص شکل میگیرد، ما فکر میکنیم هیچ ضرری ندارد. این بارها خودشان هم گفتند که حضور نمایندگان امارت اسلامی در فعالیت‌های اقتصادی، سیاسی و مجامع بین المللی که در راستای موضوعات افغانستان شکل میگیرد به معنای رسمی شناختنی که اونها خودشان تا اندازه ادعا میکنند نیست، ولی اصل حضور مهم است و اجازه باید بدن که نمایندگان امارت اسلامی در این گونه از محافل اشتراک داشته باشند، بتونن حرف خودشان رو مستقیم با اونها بگوین و اونها هم بشنون تا به یک اون تعاملی که مد نظر هست برسن و نائل شون. از اینجا ضرورت این مسئله به هر حال جای شکی نیست. بله، همونطور که شما هم گفتین اخیرا از طریق رسانه ها ما شاهد بودیم و دیدیم که تأکید و تلاش های از سوی ازبکستان، قرقیزستان مبنی بر حضور نمایندگان امارت اسلامی در نشست های جهانی صورت گرفته و خواست های برای همکاری با افغانستان و یک هماهنگی و همکاری با افغانستان بیشتر شده هم مطرح شده. این تأکید و تلاش ها از سوی این کشورها بیانگر چه چیزی میتونه باشه؟ اینا نشان دهنده این است که وضعیت افغانستان به سمت ثبات، به سمت همگرایی، به سمت یک حکومت مستقر و دائمی پیش برود. این خواسته البته دو طرفی است، همون گونه که ما شاهد بودیم در این اواخر معاون رئیس الوزراء جناب مولوی عبدالسلام حنفی هم که با رافائیلا خدمت شما عرض کنم که کاردار اتحادیه اروپا دیدار و نشست داشت، خود امارت اسلامی و مسئولین امارت اسلامی هم خواهان مناسبات عمیق، دوستانه و دو جانبه با سایر کشورها و مجامع بین المللی هست. دقیقاً همین خواست نسبت به کشورهای همسایه هم وجود داره از طرف امارت اسلامی. از طرف کشورهای منطقه از جمله ازبکستان هم این تعاملات دقیقاً بر اساس این هست که یک حکومت با ثبات، یک حکومت با اندیشه ها و انگیزه های همجواری و حس مشترک انسانی بینشون شکل بگیره که هم در مناسبات اقتصادی با هم دیگه بتانن کار کنن، هم در مسائل سیاسی با هم دیگه کار کنن. در نتیجه این گونه تقاضاها و این گونه تأکیدات بر تعامل دو جانبه کار مثبت و ارزشمندی هست، چون همین تعاملها در قدم اول با کشورهای همسایه و بعد در قدم دوم با کشورهای فرامنطقه‌ای قطعا میتواند زمینه ساز امیدواری هایی باشد برای مردم ما و برای کشور ما. ما یک مسئله را عرض کنیم، ما حدود نیم قرن هست که ملت ما متاسفانه در نزاع سیاسی به سر می برد، از زیر ساخت ها تخریب شده و ایرانی ها در یک کشور شکل گرفته، مردم ما یک نفس آرامی نداشته است، نتوانسته از اون جایگاهی واقعی که مردم ما باید برسند نتوانسته، چون که جنگ بوده، درگیری بوده، نزاعهای سیاسی بوده. به همین خاطر کشورهای همسایه هم از این قضیه طبعا متأثر و متضرر میشن و اونها هم برای اینکه متضرر نشن و بتوانند به یک ثبات در مرزهای خودشون برسن، به یک ثبات اقتصادی برسن، قطعا افغانستان برای اونها هم مهم است، هم از نظر اقتصادی مهم است، هم از نظر سیاسی مهم است،
هم از نظر ژئوپلیتیک مطرح است. پس بنابراین کشورهای همسایه در قدم اول نمیتوانند خود را نسبت به قضای افغانستان به تفاوت ببینند و در راستای حرکت کنند که قطعا به نفع ملت و مصالح ملی افغانستان باشه. و این از سخنهای اونها البته پیداست که اونها صرف تعامل بدون مبنا یا بدون اون معیارها را قطعا نمیخواهند. اونها هم در این تعاملات خودشان، در این مناسبات خودشان نسبت به نوعیت ساختار حکومت هم قطعا دیدگاه های خاص خودشان را دارند، در تعاملات اقتصادی و سیاسی هم نگاه های خاص خودشان را دارند. لذا در این تعاملات امیدوار هستیم که دو طرف بتوانند به اون معیارهای مشترکی که نسبت به همه مسائل وجود داره دسترسی پیدا کنند و یک وحدت نظر انشاءالله به وجود بیاید. به تعاملات اقتصادی و سیاسی اشاره کردین، مشخصا آقای دکتر می‌خواستم پرسان بکنم که اگر نماینده‌ای از سوی حکومت فعلی امارات اسلامی در نشست‌های آتی که در مورد افغانستان برگزار میشه، چه در سطح منطقه یا جهان، اگر حضور داشته باشد، مشخصا چه پیامدها یا تأثیرات مثبت سیاسی و اقتصادی روی افغانستان و وضعیت فعلی افغانستان خواهد گذاشت؟ مهمه، حقیقتا مهم است، به خاطر اینکه حاکمیت فعلی دست امارات اسلامی است و در نتیجه لازمه تعامل با افغانستان، یعنی اینکه تعامل با مسئولین حکومت اسلامی افغانستان. از این جهت چاره ای نیست که نمایندگان از امارات اسلامی در این گونه از نشست ها حضور داشته باشد، به خاطر اینکه حاکمیت موجود در حال حاضر امارات اسلامی هست. خب در این تعاملات و نشست هایی که صورت می گیرد با حضور نمایندگان امارات اسلامی، خب عرض کردیم اون نگاه های سیاسی و خواسته های سیاسی که کشورهای همسایه دارند، مثلا اونا مشخصا روی حکومت فراگیر تأکید می کنند، روی حقوق انسانی یا حقوق بشر و حضور جامعه زنان در ساختار کشور، در مسائل اجتماعی از جمله تحصیلات همسال اینها تأکید می کنند. وقتی که این نشست ها صورت بگیره، می تواند کم کم نسبت به این مسائل هم تأکیدات صورت بگیره. شاید موانع این گونه که راه تعامل را با کشورهای منطقه یا جهان کم رنگ کرده، این موانع کم کم برطرف شود و در نتیجه نسبت به ساختار قوی‌تر حکومت افغانستان تأثیر مثبت داشته باشد، نسبت به نگاه دو جانبه سیاسی تأثیرات مثبت بگذارد. در بخش اقتصادی که مهمه، مثلا همین راه آهن ازبکستان اگر به طرف افغانستان به شکل کامل عملیاتی و اجرایی شود، قطعا نسبت به تعاملات اقتصادی برای سرمایه گذاران افغانی و کشورهای منطقه تأثیرات مثبت میگذاره و این به نفع کشور ما هست. یعنی ما عرض کردیم که در طی حدود نیم قرن جنگ و نزاهایی که در کشور ما وجود داشته، زیرساختها تخریب شده، جایگاه اقتصادی افغانستان به جایگاه مطلوب قطعا نرسیده و وجود نداره. این مناسبات و این تعاملات میتواند هم در بخش اقتصادی تأثیرات مثبت خودش رو داشته باشه که یک نمونهش اشاره کردیم که راه آهنه، و الا تجارت های مختلف دیگر میتواند در این مسئله تأثیرگذار باشه. در بعد سیاسی هم قطعا تأثیرگذاری خاص خودش رو داره و ما اینها رو مهم میدانیم و یعنی نگاه ما این است که کشورهای همسایه در قدم اول و منطقه و کشورهای فرا منطقه نسبت به این تعاملات اهتمام ببرزن. از مسئولین امارات اسلامی هم تقاضای ما همین است که اینها هم نوع تعامل و نگاه خودشان را در این گونه از نشست ها با روی کرد تعدیل اسلامی و ملی ما که به مصالح ملی می انجامد، اینها پایه‌گذاری کنند، مبناگذاری کنند. اینها می توانند خیر و صلاح ملت ما را در بر داشته باشد و در نتیجه برکات این گونه نشست ها و تعاملات شامل حال کشور و ملت ما شود و این مهم است. حالا اگر گیریم که این نشست ها کماکان مثل همین روندی که تا هنوز جریان داشته ادامه پیدا بکنه و نماینده از افغانستان حضور نداشته باشه، برعکس همون سوال قبلی، چه پیامدهای منفی را میتونه در قبال داشته باشه؟ پیامد منفیش هم میتونه زیاد باشه. یکی این که این بحران سیاسی در افغانستان حل نخواهد شد. بحران مشروعیت حکومت ما همچنان زیر سوال خواهد رفت. یعنی عدم تعامل یکی از پیامدهایش همین است که اونها نگاه به مشروعیت حکومت نخواهد داشت و این چالش سیاسی بزرگی است برای حکومت امارت اسلامی که میتواند افغانستان را همچنان در بلا تکلیفی قرار بدهد. خب جامعه افغانستان یک جامعه نیست که فقط در درون خودش حکومت کند. حکومت افغانستان
یک عضو از جامعه جهانی است و برای امارت اسلامی هم این محدودیت به هیچ وجه قابل قبول نیست و ضرر است در نتیجه. این یک مسئله که پیام منفی سیاسی داره از لحاظ بحران قدرت و مشروعیت قدرت، این یک مسئله واقعی است. بحران دیگری که به وجود می آید ممکن است که در لابلای چرخ اقتصاد افغانستان موانع ایجاد شود. وقتی که نمایندگانی از امارت اسلامی در اونجا حضور ندارد، چی تصمیم گیری می توانند داشته باشند که دقیقاً به صلاح جامعه ما و ملت ما و کشور ما باشد؟ قطعاً اون صلاح و مصلحتی که باید به وجود بیاید به وجود نخواهد آمد. اولویت هایی که برای جامعه ما فعلا احساس می شود، اونها در این گونه از محافل مورد بررسی و تحلیل شاید قرار نگیره. لذا این است که نگاه امنیتی در اینجا دچار اشکال میشه، نگاه اقتصادی در اینجا دچار نقص میشه، بحران سیاسی همچنان سر جای خودش باقی خواهد ماند. در نتیجه عدم مشارکت به حال امر مثبتی نیست، امر منفی هست، به خاطر اینکه ملت ما و کشور ما یا مسئولین و حاکمان فعلی افغانستان هم در این گونه از عدم مشارکت ها متضرر میشن، یعنی دچار یک نوع بحران و چالش سیاسی میشوند و این قطعا به صلاح کشور ما نخواهد. در یک دیدی کلانتر اگر نسبت به این قضیه نگاه بکنیم در سطح جهان، حالا چقدر فکر میکنین که این ادعایی را که جهان و جامعه جهانی هم را مطرح میکنه در قبال همه کشورهای اسلامی مخصوصا افغانستان که ما میخواییم مشکلات افغانستان حل شود، برطرف شود، چقدر در این ادعای خود اینها صادق است؟ عمل کردشان بیانگر چیست؟ میتونه آیا تکذیب کنه این ادعایی را که داره؟ خب قطعا هر کشوری یا هر قدرتی که راجع به کشور دیگر حرف میزنن در قدم اول دنبال منافع خودشان هستن. اگر دخالت اونها یا ارتباط اونها با افغانستان برای خودشان منافع ایران در پی نمی داشت، قطعا دلسوزی های انسانی و شعارهای انسانی متاسفانه در تجربه چندین دهه‌ای که ما داریم اونگونه که باید شاید موجب دلخوشی ما نخواهد بود. اما اصل پرداختن به مسائل افغانستان که افغانستان یک جزیره جدا افتاده از سایر کشورها نباید باشد، این برای ما مهم است. همین که هر از گاهی مسئله افغانستان حرف اول جهان میشه، روی جزء بولتن‌های خبری میشه، این برای ما مهمه، این برای ما مهمه. به خاطر اینکه حالا نیتی اونها چی باشه چی نباشه ما کاری به اون نداریم، اما همین بحث مطرح کردن مسائل افغانستان، بحران هایی که گاهی در افغانستان وجود داره، این مطرح کردنش خودش مهمه. خودش خدمت شما عرض کنم که از این جهت ما باید استقبال کنیم. نمیتوانیم بگوییم که همه این نگاه ها به افغانستان منفی است، نه، قطعا برخی از نگاه ها جنبه انسانی داره، برخی از نگاه ها اگر جنبه سیاسی هم داشته باشه بازم به نفع کشور افغانستان خواهد بود. لذا مطرح کردن این مسائل توسط کشورهای ذی‌دخل و ذی‌نفع در افغانستان یا کشورهایی که دورتر از افغانستان یا به یک شکل بی‌طرف هم هستند، اصل مطرح کردن مسئله افغانستان در همه ابعاد سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و همه مسائل به نظر ما مهم هست و نباید افغانستان به فراموشی سپرده شود. و ما هم در یک قسمت استقبال می‌کنیم از دیدگاه‌هایی که راجع به افغانستان مطرح می‌شود. در حال ما انتظار نداشته باشیم که همه با ما موافق باشه یا حرف دل ما رو بزنه یا در راستایی که ما میخواییم اونا حرکت کنن. ولی این که منافع خودشان در افغانستان تأمین شود اشکال ندارد، ولی مهم باید برای ما، حکومت ما، مسئولین حاکمیت امارت اسلامی در قدم اول مصالح و منافع ملی افغانستان و جامعه افغانستان باشه و اینا هم تلاش میکنن دنبال تعمیق روابط و مناسبات هستن و اونها این حرفا رو که میگوین. اصل این مسئله به نظر ما خوشایند مهمه و ما یه مثبت تلقی میکنیم، نه منفی. آیه دکتر، همچنانی که اشاره کردین، همه انتظارها، برخوردها، عملکردها بیشتر مبتنی و منفعت محور هست، مخصوصا در قبال کشورهایی که در مورد افغانستان فکر میکنن، کار میکنن، عمل میکنن، جلسه دایر میکنن، منافع ملیشان فرمودین که در اولویت کاریشان هست، قطعا همینطور است. اما به هر حال چه چیزی میتونه برای تفاهم ملی بین المللی در مورد افغانستان مؤثر واقع شود و چه عوامل سبب خواهد شد تا جهان بیشتر و زودتر با افغانستان وارد تعامل شود؟ یکی از اصولی که در تعامل بین الملل با افغانستان باید مد نظر باشه، این مسئله باید باشد که
سیاست حذف هیچگاه در افغانستان کارایی نداره، چی در بعد داخلی چی در بعد خارجی. در بعد داخلی هم هیچگاه نمیشود روی کردهای مختلف سیاسی رو در افغانستان مثلا حذف کرد. انسان هست، جامعه متشتته، از افکار مختلفی شکل گرفته، پس در نگاه داخلی هم حذف امکان پذیر نیست. باید حاکمیت فعلی و امارت اسلامی هم این رو از دید اسلامی و روی کرد اعتقادی و روی کرد سیاسی باید بپذیرد که اینجا گلستان است از انواع لسانها، از انواع مذاهب، از انواع گرش های سیاسی، لذا اینها رو همه رو بپذیرد و در یک راستا اینها باید حرکت کند و اون راستا حفظ منافع اسلامی و ملی افغانستان هست با هر گرایش و مذهب و اعتقادی و لسانی که میخواید باشه. این در بعد داخلی افغانستان که سیاست حزب هیچگاه کارساز نبوده و نیست نخواهد بود. در بعد داخلی هم قطعا نگاه همه کشورها این گونه باشد که افغانستان هم مهره شطرنج جور نکنند، یک روز این مهره رو بردارن و مهره رو بگذارن، سبا بازی این مهره رو خوشش نامد بدل کنن. این سیاست سیاست غلط است ما فکر میکنیم، به خاطر از اینکه با این سیاست هیچگاه افغانستان از بحران خالی نخواهد شد، هیچگاه مردم افغانستان روی خوش نخواهد دید، هیچگاه مردم افغانستان به حقوق انسانی خود نائل نخواهد شد. پس بنابر این مجامع بین المللی، کشورهای زیردخل در قضای افغانستان باید این بحث تبدیل کردن مهره رو بذارن کنار، این نگاه رو داشته باشن که مردم افغانستان خود صاحب فکرن، صاحب اندیشه هن، آزادن، مستقلن. کسایی که حکومت رو اینجا به عهده میگیرن، هر حاکمیتی که میخواد باشد از جمله امارت اسلامی، اینا خودشون دارای افکار اندیشه و دارای استقلال سیاسی هستند، دارای فکر ممتاز هستند، بگذارند بر اساس سیاست‌های مستقل خودشان چیکار کنند، افغانستان را خانه همه بسازند. بیشتر نسبت به مسائل باشد که جنبه کمک و حمایت و رویکرد انسان دوستانه داشته باشد، به این معنا که بتوانند در اینجا یک همکاری کنند، شکل ساختار کامل به خود بگیره اینجا، کوشش کنند که مناسبات انسانی و اجتماعی اینجا رویکرد کامل به خودش بگیره، جوانها نقش بگیره، یک جامعه شکل بگیره که بر اساس نگاه‌های مردم سالاری، نگاه‌های مردم سالاری دینی اینجا شکل بگیره، چون ما چی بخوایم نخواهیم همه انسان‌ها بپذیرن و جوامعی که اینجا کشور اسلامی است. در کشور اسلامی قطعا لوازمات خاص خودش رو هم دارد، اما مناسبات انسانی در این کشور مبنا و اصل باشد که همه افراد جامعه افغانستان عزیز بتوانند به اون جایگاه انسانی و اجتماعی خود نائل شوند، در این راستا اینا کمک کنند، لذا میتوانند در این مسائل یاریگر حکومت افغانستان باشند و سیاست‌های مثلا چندگانه دوگانه بر اساس صرف منافع خودشون رو کنار بندازند و منافع ملی افغانستان، منافع حاکمیت افغانستان، منافع سیاسی افغانستان، منافع اقتصادی و اجتماعی افغانستان رو اونا مد نظر قرار بدن. از این نگاه می شود یک امیدواری پیدا کرد که اونا می توانند با حفظ این معیارها و موازه نگرش در سیاست امارت اسلامی نسبت به بعضی از مسائل که چالش زا هم هست، حقیقتا با ما این قضایی رو باید بگوییم و نمی تونیم پود و پنهانم بکنیم، نسبت به این مسائل روی کرده جدید رو در امارت اسلامی اونها هم کمک کنن که به وجود بیاید. مسئله حقوق زن، حقوق انسانی، تعامل سازنده همه اعضای داخلی این حکومت در بعد سیاست، اینا مسائلی است که به هر حال وجود داره، چون عرض کردیم که سیاست حذف نه در بعد داخلی امکان پذیره نه در بعد خارجی و به صلاح هم نیست این مسائل. رضا ایجاد تنش به هیچ وجه برای افغانستان عزیز و این جغرافیایی از منطقه که تاثیرگذار هست در همه مناسبات بین المللی به صلاح نیست. لذا رویکرد ثبات، امنیت، آرامش با نگاه هایی که عرض کردیم برای کشورها باید مهم باشه. بسیار ممنونیم، تشکر میکنیم از حضورتان و بحث و تحلیلتان آقای دکتر محمد ناصر وایزاده، استاد دانشگاه و آگاه مسائل سیاسی، و از همه شما بینندگان عزیز و ارجمند هم از اینکه تا آخر برنامه با ما همراه بودین و توجه کردین سپاسگزار هستیم. وقت شما خوش، خدا نگهدار.